سلام دوستان عزیز، در برنامه نو با استیدیو شما را خوش آمدید میگم. باز هم در این هفته یک برنامه مختلف داریم با یک هنرمند محبوب، هنرمند جوان، خوش صدا، هنرمند با استعداد، امید جان فیضی. سلام امید عزیز، بسیار خوشحال هستم شما را در استیدیو با خود دارم و تشکر از اینکه انویتیشن ما را یا دعوت ما را پذیرفتید. تشکر یک جوان نوریه جان عزیز از اینکه لطف کردین ما را دعوت کردین به برنامه تان، و اولتر سلام و احترامات خود تقدیم همه بیننده های نازنین که ما را تماشا میکنن از طریق نوبل تی وی. خدا کنه جور و صحتمند باشین. خب دوستای عزیز، بسیار دیر میشه، سال هاست که من امید جان عزیز مشناسم، دوست بسیار خوب است، مگر متاسفانه که هیچ برابر نشده که ما در مورد زندگی شخصیشان بیشتر معلومات کنم یا بپرسم. میریم امروز تحقیقات یا معلومات خود یک جا از امید جان عزیز سوالی که داره میپرسیم. امید عزیز، در مورد زندگی شخصیتان بر ما بگوین که در کدام مملکت در دنیا آمدین، درسای ابتدایی تان را در کدام ممالک به پایان رساندین و در کدام رشته تحصیل کردین؟ خوب نوریه جان عزیز، اولتر خوب بسیار خوشبختانه، بسیار خوشبخت احساس میکنم که امروز ما در پالوی شماستیم. دوست از این که دوست عزیز ماستین شما، احترام هنرتان دارم که یک هنرمند موفق افغانستان هستین و یک نطاق خوب. بسیار ما خوشبخت احساس میکنم که در برنامه شما هستم، در پالوی شما هستم امشب. زنده باشین، جای افتخار است. و خودم در کابل تولد شدیم و بسیار خرد بودم، سه ساله عقاب فکر کنم بودم که کابل ترک کردیم، رفتیم به هندوستان و چند سال در هندوستان بودیم و بعد از او 20-21 سال میشه که در شهر تورنتو زندگی میکنم. بسیار عالی. امید عزیز، به ای که گفتین که قدر، یعنی به حساب 3 ساله بودین که گفتین از افغانستان عزیز برآمدین و در کانادا و در هندوستان زندگی کردین، باز هم اینقدر ماشاءالله فارسی که صحبت میکنین خیلی روان و خیلی بسیار زیبا فارسی صحبت میکنین. یعنی من خودم دوستان قدر سن من کم نبود که کانادا آمدم، مگر بازم یک ذره سر لهجه آدم تاثیر میکنه، یا مثلا سر امو لغت هایی که امو وقت میخوایی که نیاز داری که باید بگی امو وقتی یاد آدم میره. مگر شما لو خدا بسیار زد هم خوب میخوانید فارسی و همچنان بسیار خوب صحبت میکنید، در خانه همیشه یعنی فارسی صحبت کردید. تشکر، لطف شماست. در خانه همیش پدرجانم مادرجانم همیش همراه ما فارسی صحبت کردن و خوشحال هستم که اونا همراه ما انگلیسی صحبت نکردن، چون که فعلا میبینیم که اشتکایی که میبینیم که انگلیسی یاد ندارن. از ما خورزاده کایم نام خدا آمد تا در خانه بیخی همراهشان فارسی صحبت میکنیم، بین خود انگلیسی صحبت میکنن و همراه ما گپ میزنن فارسی صحبت میکنن، چون که آمد تا پدرجانم مادرجانم همراه ما آمد تا بودن دیگه. خوشبختانه خوشحال هستم که اونا بودن که ما هستیم اینجا. بله بله، واقعا امید عزیز، در مورد زندگی شخصیتان با ما بگوین که مجرد هستین، متعهل هستین. من وقتی که دوستان میبینن که خبر شدن که من همراه شما برنامه دارم، بسیار زد هیجان داشتن و خواستن که بفهمن که امید جان خانم داره، مجرد است، متعهل است، نامزاد است، کدام چانس است یا خیر؟ خوب نوریه جان، خودم 3 خانم دارم. یک خانم دیگه هم چانس دارم. از اون گفتم بله، یک خانم دیگه هم چانس دارم. خب شوخی کردم، مجرد هستم فعلا و خوشبختانه متاسفم. امیر مام نمیفهمم که خب برای زندارا که میبینن اونا حتما میگن خوشبختانه. خوشبختانه. دیگه اگر رضای خداوند باشه، البته آرزوی همه پدرها و مادرها هم است که اولادشان به زندگی خود برسن. بله بله بگیم. اما تا آرزوی پدر جانم هم بود که متاسفانه همراه ما نیستن فعلا، خداوند جنت‌ها را نصیبشان کنه. و آرزوی مادر جانم هم همین است که زیاد شلست که
آرسی که حالا فعلا تقریبا چند ماه شده که هیچ یاد نکرده، یعنی هر روز میشینیدم دیگه، شاید بعد از این برنامه باز شروع کنن هر روز برنامه بگاید. اینه مادر جان اول خود سلام احترام برشان تقدیم میکنم، بعدا اینه باز باید شما دادم که امید جان پکوین که ازدواج کنند. بله و دخترم اگر شما نمبر تلفن امید جان نیاز دارین، نه مدارم مقصد نمبر تلفن جان برتان نکنم، درست ریکلام کردن. خب امید عزیز، در مورد زندگی هنری تان حالا میخواییم که بیشتر معلومات پیدا کنیم. چقدر دیر میشه که در دنیای هنر موسیقی رو آوردین و چند آهنگ دارین و اولین آهنگتان کدام بود؟ خب نوریا جان، ما خودم هیچ وقت کدام استاد نداشتیم که برای ما یعنی درس داده باشه. هرچی آموختیم از هنرمندای موفق که زیاد دوستشان دارم، احمد زایر است که آهنگایشان از طفولیت شنیدیم، فراجان دریاست که آهنگایشان شنیدیم، از اونا یاد گرفتیم ولی استاد نداشتیم. ولی پدرجانم زیاد دست دارن که اونا بسیار شوق داشتن که ما بخوانم. باز اونا یک هارمونیا اونا گرفتن دیگه، ادامو پیش خود پرکتس میکردم چون که پدرجانم هم قیاد نداشت، ولی امو آهنگای احمد زایر فراجان دریا را شنیده و پشتش کار میکردم دیگه. از امو هست هستا دوستا شنیدن، ولی البته من خدای هیچ وقت هنرمند نمیگم چون که هنر چیز است. هنرمند من خدای گاوازخان میگم، من از دو سویه نرسیدم که من خدا هنرمند بگویم، همیش گفتم یک گاوازخان کوچک هستم دیگه، کوشش میکنم. ولی دیگه با شما درباره آهنگ پرسان کردین، دو آهنگ دارم که آهنگ اولم آهنگ گفتیست که تقریبا 3-3.5 سال پیش ریلیس کردم، اولین آهنگم که استاد محترم استاد شادکام که یکی از کمپوزیتورهای بهترین افغانستان ما هستن، اونا لطف کردن آهنگ گفتی را برای ما جور کردن. و آهنگ دوم که ریلیس کردم که 2 سال پیش بود، آهنگ ماه بلند که بسیار دوست عزیزم، برادر عزیزم صدرالدین جان که این آهنگ اونا لطف کردن برای ما تحفه دادن دیگه. می آهنگشان بسیار خوشم میامد که یک روز در خانه بودیم که آهنگ زمزمه کردن خواندن برای ما. باز من بسیار برشان میگفتم به می آهنگ خوشم میام، میگفتم که چرا ویدیو کلیپ نمی کنی، میگفت میکنم دیگه. روز شد که یک روز دیگه ازشان پرسان کردم که می آهنگ چیو ده ویدیو کلیپ میکنی، گفت بسیار خوشت آمده می آهنگ. گفتم بله، گفت که این می آهنگ برات تحفه دیگه. گفت ما ویدیو کلیپ نمی کنیم، از طرف ما تحفه دیگه. او بود آهنگ دوم که تشکر میکنم از صدرالدین جان. واقعا صدرالدین جان عزیز و استاد شادکا مردی اینا را که هنرمندای بزرگوار هستن هر دویشان، و استاد بزرگوار استاد شادکام واقعا ما چندین بار افتخار زیر داشتیم که امرایشون از نزدیک ملاقات کردیم و تا حال متاسفانه که چانس همکاری میسر نشده، مگر واقعا با اونا و همچنان با صدرالدین عزیز که یک هنرمند خیلی دلخواهیم است، یکی از هنرمندای دلخواهیم است و بسیار هنرمند با وصف این که خیلی مشهور است و محبوب است، بازم خیلی شکسته نفس است. بله بسیار بله و خیلی مهربان هستند واقعا و جای افتخار است که قسم هنرمندای بزرگ برای خودت آهنگ میتن و طبعا همو خاصیت و همو توانایی را در وجود خودت دیدن که میفهمن که به طریقه به دل خودشان امور اجرا میتنی که بر شما تحفه دادن. خب ما کوشش خود کردیم، ولی برای ما قسمی که شما افتین برای ما افتخار است که اتو استادای عزیز استاد شادکام واره و هنرمند موفق صدرالدین جان واره، اونا لطف کردن کمک کردن به ما، تشکر از اونا. امید عزیز، آیا کدام وقت کدام آهنگ دویت بالای کدام آهنگ دویت با کدام هنرمند کار کردین، یا در ذهنتان است که با یکی از هنرمندا آهنگ دویت داشته باشین؟ اگر میخواین با کدام هنرمند؟ خب بله، یک آهنگ است که دویت است همراه بسیار دوست عزیزم شما بینه باشه، عالیه جان انصاری. بسیار آهنگ دویت داریم که آدیویش آماده است، ویدیو کلیپش آماده است دیگه. انشالله اگر رضای خداوند باشه
به زودی در یک ماه یک و نیم ما ریلیز میکنیم که ما والیا جان تقریبا یک 3 سال پیش هم یک پلان کردیم که یک دویت میکنیم، ولی متاسفانه که کووید آمد همه جا بسته شد، استیدیو ها همه جا که یک بندش آمد دیگه. یه طور است که میگه دیگه کار که رضای خداوند نباشه دیگه نمیشه دیگه. البته او در رضای خداوند نبود دیگه، آل وقت میسر شد برای ما یک آهنگ بسیار امتا میده مست است، شاد است آهنگ، آهنگ شاد است. بله دیگه تایه کردیم، خدا کنه خوش دوستا بیایه. آلیا جان زیاد زحمت کشته، میبخشیم. خواهش میکنم. بله آلیا جان عزیز، همچنان سلام و احترام برشان برسه اگر برنامه ما را تماشا دارن. و واقعا که یک دکتر خانم خیلی زیاد پرکار است ماشاءالله، و بسیار زیاد هنرمند خوب است، و در پهلویش ما که تا یک حدی امرایشون با تماس هستم، بسیار یک بار اونا را از نزدیک یا دو بار از نزدیک دیدیم شون دیگه. بسیار زیاد واقعا خوش دارم، بسیار یک روی خوب دارن، شخصیت خوب دارن و ماشاءالله پرکار هستن، و چندین آهنگ ها با چندین هنرمندای عزیز ما آهنگ های دویت دارن. بسیار زحمت کش هستن. بله بسیار خوب. بله بی صبرانه منتظر هستیم بخیر آهنگ شما رو بشنویم. تشکر، زنده باشین. خب امید عزیز، ما تا جایی که دیدیم شما با اکثریت هنرمندا بسیار زیاد یعنی دوستانه برخورد داشتین و بسیار زیاد فرندلی میگن، فرندلی بودین برای هنرمندا. کدامی از هنرمندا را رقیب خود فکر میکنین؟ یا کدامی از هنرمندا شما را رقیب خود فکر میکنن؟ خب تو سوال کردین رویا جان، ولی خوشبختانه بگویم که هیچ کس را، هیچ هنرمند رقیب خود فکر نمی کنم، دوست خود فکر می کنم. که همه تو هنرمند های هستن، مثلا رامین جان بلوچ در اینجا است، زمیر جان است، رشاد جان، اینا همشان که هستن دوست عزیزم هستن دیگه. هیچ هنرمند رقیب خود فکر نمی کنم دیگه. چون باز هم فکر کنی، یا شاید کدام دانیم اون هنرمندایی را که فکر کنین بگوین برو. بعضی کسا می باشه، حتی با خودم مثلا، من همراه هیچ کس رقابت ندارم، چون میفهمم که من در زندگی شخصی خود زیاد مصروف هستم و در آنقدر اکتیو هم نیستم در میدیا. مگر بعضی کسا مثلا خودشان تو میخواین یگان رقابت، باز من تیره خودم میارم اصلا. خب شاید خودت، من هم شاید اما تو شما رو میکنم که گفته شاید دیگه کس داشته باشن رقابت. ما زیاد شنیدیم و مشنوام که در محفلای عروسی که میرم، یگان دوستا، یگان کس میگن که والا فلانی گفت که مرا میگرفته در عروسی، من میخواستم باشم اینا، ولی اونا میگن ما خودت هم میخواستیم. چیزها رو زیاد یاد میکنن، ولی من تیر خودم میارم، هیچ چیز نمیگم. میگم هرچی همو خود محفلدار که خوش باشه از ما، برای ما همو همه چیز است. البته اونا رضایت اونا میباشه که ما رو انتخاب میکنن. بله دیگه، بازم که تکس رقابت نداریم. رقابت ندارم. بسیار عالی. خب در میدیای افغانستان، خب میدیای ما متاسفانه آنقدر میدیای تکمیل ما نداریم نسبت به دیگه ممالک. مگر یکی از چیزهایی را که فکر میکنین که در میدیای افغانستان مثلا چیز انفیر است یا باید تغییر داده شود، به نظر شما چی است؟ خب بی‌عدالتی، یکی از بی‌عدالتی که فکر میکنین در میدیای افغانستان باشه. بی‌عدالتی بگویم نوریا جان، که فکر میکنم که هنرمندای تازه کار مثل خودم، بله، اونا را چانس کم میتن نسبت به هنرمندایی که اونا آلریدی به حساب رشد کردن، همه دوستا مشناسیشان. بله هنرمندای تازه کار خودم واره موقع کم میتن دیگه. اینه می فکر میکنم من فیر است. و مثلا ویدیو کلیپ های که ما برای گفتنش خوب نیست، ولی متاسفانه ای راست است که تلویزیون های است که شما میفهمین، تلویزیون های که از افغانستان نشر میشود، اونا آهنگ هایی که نوجوان ها تهیه میکنن از اونا پول میخواین. بله بله، از اونا پول میخواین که ما نشر کنیم دیگه. ایواز که کمک کنن برای جوانا، اونا کارشان هنوز پس مندازن. بله متاسفانه دیگه، این متاسفانه دیگه unfair است. بله واقعا کار ساده نیست، بعضی اوقات آدم جرات نمیکنه همه چیزا را صحبت بکنه. مگر یکی از واقعا یک واقعیت های خیلی
تلخ است مگر واقعیت است که باید گفته شود که واقعا ما هم متوجه شدیم که با کسایی که تازه در دنیای هنر موسیقی رو میارن یا مثلا جوانایی هستن که مثل امید جان عزیز یا مثلا ضمیر جان یا بعضی هنرمندای دیگه هستن که اونا را بسیار علاقمند دارن وقتی که آهنگ میسازن هزارها ویو میشه هزارها کامنت لایک همه چیز مگر خودشان حتی بارها در محفل خوشی تپن اونا را خواسته میشن که آدم میفهمه که بسیار زیاد علاقمند زیاد دارن و علاقمندا میخوان اونا را در پرده تلویزیون ببینن مگر متاسفانه که برای بعضی تلویزیون ها مثلا قدر به اونا چانس نمیدن اینکه چی دلیل میداشته باشه یا چی میباشه ما هم مطمئن نیستم مگر تا یک حد من حیث هنرمند من نوز در جمله هنرمند نمیرم مگر تا یک حد همی گله خودم هم بوده که بسیار واقعا یک چیز خوب را شما اشاره کردین که that's really important. خب شما نور جان گفتن که خود هنرمند فکر نمیکنین شما یکی از هنرمندای فیوریت هم هستین البته خانم ها thank you. زنده باشین زنده باشین قربانتان. خب امید عزیز ما وقتی که شما رو میبینم اکثرا در محافل خوشی میباشین یا با مردم میباشین بسیار زیاد ماشاءالله یک کسی است که همیشه تو سوشال میباشین همیشه با مردم بعضی اوقات یکون باره که کوشش میکنه مثلا آرامش ذهنی تان برای آرامش ذهنی خود شما چی میکنین بعضی اوقات من مثلا خودم خوش دارم قدم زدن یا در نیچر باشم دور از همه چیز بعضی اوقات یعنی با طبعا با دوستا وقت تیر کردن یا مثلا دوستا را دیدن در محافل رفتن در کنسرت ها اشتراک کردن بسیار زیاد خوشایند است مگر بعضی اوقات we need to relax با آرامش ذهنی خود میخواین چی کنید بعضی اوقات چی میکنید که ازره calm down. خوب اما تو که دوستا نوریا جان در سوشل میدیا فالو میکنن که شما هم اما تو دوست دارین پیش او باشین ما خودم هم اما تا بسیار دوست دارم که در پیش او باشم پیش او باشم همی آواز او بسیار دوست دارم همی so relaxing ویوا بله بله قدر واقعا بسیار یک ریلکسیشن برای آدم ریلکس میشه ماین آدم دیگه همون خیلی دوست دارم و با حساب موسیقی چطور من خواهد زیادتر دوست دارم که آهنگای آرام هم باشنه وقتی که به یک چیز برای ریلکس کردن واقعا که آدم بسیار زیاد راحت میشه اگر موسیقی آرام وقتی آدم میشنه و بسیار زیاد و بدون شک یکی از میوزیک های خیلی خوب که است همی صدای نیچر یا صدای مثلا صدای نیچر آب بله و امو ویف که میگم میباشه یا مثلا درخت ها اونا او مای گاد من نوریا جان تقریبا فکر کنم که 15 سال میشه که خودم بسیار همی آواز آب قسمی که دوست دارم باز کلان مایخانه دارم در خانه بر خود و هر روز که البته در سالون میشینم تلویزیون گل میباشد و یگانه چیزی که میشنوم آواز آبشار است که آواز آب به حساب فیش تنک میباشد آواز آب است که بسیار خوشایند است نه واقعا بسیار زیاد و در نزد آب گفتین شما بازی رو مچ میاد دارین یعنی من خواب بازی رو یاد ندارم دوستا اگر من رفتم اما تو میرم دیگه برای همیشه ریلکس میشم کوشش میکنیم دیگه خب غرق نشیم خب مقصد یعنی بله بازی یاد دارم بسیار خوب خورد که بودم اینجا زیاد دوست داشتم که آبازی کنم ولی در مکتب هم که میرفتیم از شتکی در اینجا یاد میتن و حساب صنف میباشه که برای آبازی میباشه دیگه در اون پیش رفتیم در صنف گفتین بعضی هنرمندا یا اکثریت هنرمندا وقت پرسیده شوه که از کدام سن به هنر موسیقی رو آوردین و کدام میگن از همه هشتکی که این از دوران مکتب بوده از شما چطور که در همون دوران بوده از دوران مکتب و بسیار وقت در وقتا احساس میکردین همی استعداد را در وجود خود میدیدین که مثلا بخیر کلان شوین قدر یک هنرمند خوب شوین قدر با استعداد خب نوریا جان لطف شماست لطف محبت شماست ولی من خودم هیچ وقت خود هنرمند نمیگم چون که هنرمند شدن کار آسان نیست هنوز بسیار دور هستیم با هنرمند شدن ولی همیش گفته مگ آوازخان کوچک هستم ولی در موسیقی کوشش خود زیاد میکنم کدام حالی موسیقی رو نواخته هم میدارین یا صرف به حساب تنها آهنگ میخوانیم؟ بله ارمونیه می نوازم زیاد خیلی دوست دارم ارمونیه دیگه از خورترکی که بودیم البته همون شروع که کردیم از ارمونیه شروع کردیم
و کدام کدام یکی از هنرمندها را مثل رول مدل خود میبینین؟ خب مثل همه دیگر آواره که احمد زاهی را خیلی دوست دارم، چون که ما در آهنگای از اونا کلان شدیم. از روز که در هیچ خانه نیست شما میفهمین که آهنگای احمد زاهی نباشه. بله. و آهنگای اونا را شنیده و آهنگای فراجان دریا را شنیده کلان شدیم. دیگر دوی دو هنرمند زیاد دوست دارم. بله بله، از من واقعا من خودمان بسیار زیاد آهنگایشان را دوست دارم و خوشبختانه که استاد فرادریای عزیز را چند بار در امی آخر ملاقات کردم که واقعا شخصیتشون هم عالی هست، هم قسم که صدایشان و اجرا و آهنگایشان زیبا هست. تک واقعا بسیار زیاد خوش شدم امید عزیز که همراه خودت هم صحبت شدم و بسیار زیاد سوالای بیشمار هنوز هم در ذهن ما است. بسیار زیاد سوالای بیشتر ما از شما دارم، مگر بعد از برنامه یاد آدم میاد. بعد از برنامه بخیر. زیاد دوستای عزیزم، آیسته آیسته برنامه ما با پایان میرسه و بسیار زیاد واقعا خوش هستم که امید جان عزیز امروز در برنامه با ما بود. ما بدون شک از برنامه از سوال جواب اینا خیلی زیاد لذت بردم و امیدوار هستم که شما دوستا هم از برنامه لذت برده باشین و نظریات و پیشنهادات که می داشته باشین شما دوستا می دارین که در زیر همی ویدیو در همی افغان نوبل تی وی در یوتیوب اونا و یا در فیسبوکشان یا همچنان در صفحات خودم حتی می دارین که بنویسین که چون برنامه جدید است و برای خودم اولین بار است که من کار که اصلا درش خوب نیستم، نطاقی است یا من هوست بودن است. میفهم بسیار زیاد تغییرات نیاز. قربانتان سلامت باشین. البته در تلویزیون زیاد دیدیم. زنده باشین امید عزیز. اگر هر پیشنهاد داشته باشین میتونین که نظریاتتان رو با ما شیر کنین یا به اشتراک بگذارین. عزیز دل. خوب در اخیر یک پیامی اخیر از امید جان عزیز مشنویم، اگر چیز پیام داشته باشن و بعدا شما دوستان را به الله پاک مسپر. خب نوره جان عزیز، بازم یک جان تشکر از این که شما لطف کردین در برنامه تان. تشکر یک جان از شما و نگفته نمانه از افغان نوبل تی وی که قاهر جان، میخوایم از قاهر جان یاد کنم که قاهر جان همیش سالهای سال است که برای همه هموطنان ما به افغانها بسیار زیاد لطف میکنن، بسیار واقعا از زحمت زیاد میکشن همیش، چون که اونا پشت پردست نمیبینن دوستا، ولی خیلی زیاد زحمت میکشن اونا. تشکر میکنم از قاهر جان روفی که لطف کردن در این چینل دارن، چینل موفق، و تشکر از شما یک جان. زنده باشین امید عزیز، قربانتان. انشالله باز هم در برنامه های آینده شما رو میبینم. و باز هم دوستای عزیز تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارت.